به سلام ایرانین گیم، اینجا با شما با Alien Isolation و برگشتیم با یه ویدیو. تو این ویدیو میخوام حرف از Alien Isolation کنم. قبل از که این ویدیو انجام را فکرم که اوکی یه نیوز تاک میخوام حرف بزنم، ولی این آدم نمیتونه این بازی از نیوز تاک که ببره بیرون، با اینکه این بازی خودش یه خبره. گرافیکش، کوالیتیش این بازی خیلی خوبه و الان میخوام چند دقیقه گیم پلی ببینی و برای دیگه لذت ببرین دیگه. ولی میخوام تو کاسینا ساکت باشم که واسه شما عزیزان که بتونین برین این گیم پلی رو واندرفول رو ببینین و لذت ببرین دیگه. همین. یه چیزی که قبل از که میخوام نوت کنم، این بازی اینقدر ترسناکه و رکومند میکنم واسه شما که برین اول Dead Space 1 و واکتروش رو انجام بدین و بعدش بیاین این واکترو مال Alien Isolation رو انجام بدین، بلکه این بازی اینقدر ترسناکه که آدم قلبش و مغزش و مغزش با قلبش و اصلا کلا همه سیستمش اصلا عوض میشه تو کل بدن آدم. این احساس من گرفتم وقتی این بازی رو مثلا رکورد کردم. مثلا الان که نه، الان ترسناک نیست وقتی تو این فزنن، با اینکه آدم با رفقاشه، آدم با این دختر خوشگل است که همین اینکیه و این دکتر سینته دکتره که نمیخوابه و این کروش و ایناش. ولی بعدا که آدم میاد تو سواستوپول استیشن، همچی اصلا یه لحظه این تو ترسناک میشه و دیگه از اون به بعد دیگه ترسناک میمونه دیگه، بدتر و بدتر میشه بازه کلا. و یکیش هم همینه که Dead Space 1 و بازه Alien Isolation یکی می با هم سیمولرن، با اینکه با همدیگه یه چیزی دارن که هم این بازه هم اون بازه که از 2008 اومدش بیرون، هر تا این بازی ها یه چیز ترسناکن، ولی همون آدم بعض وقتا فکر کنید اصلا چیه که اینقدر ترسناکه. ولی تو کلاسی این الان میخوام ببینیم و میخوام ساکت باشم. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Jutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Marshal, this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Doctor, Kurkurua, Kola. Depressurizer. Oh, fuck. Hating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Tim. Just keep moving! Ripley, hold on!
یپ خب بله، اونم کاسینه بود و همین این بازی ال آیسولیشن و هم خوام ال آیسولیشن و با دد سپیس یکم شبیه هم دیگن. سواستوپول استیشن یکم شبیه یو اس ایش موره، ولی به جاش با مثلا از هایتش از بلندش نه، ولی از بلندی بالا تا پایینش، و یو اس ایش موره برعکس از بلندش مثلا تا آخر تا جلوش خیلی بلند بود و به جاش آره دیگه مثلا یه سندویچ بودش، ولی این مثل یه نوشابه است یا همبرگر بزرگه نمیتونم بگم. ولی کلن Dead Space 1 همین هم هستی که تو اون بازه آیزک کلارک میاد توی یوستش مورا برای اینکه یک دوست دخترش رو پیدا کنه یا زنش رو پیدا کنه و که متاسفانه پیدا نمی کنه تو اون بازیه، و این بازیه اینه که امند ریپلی میخواد یک میفرمیشن از مامانش بگیره که با مامانش چی شده و پیداش چی میتونم پیداش کنه و اینا، و همین هم هستش. ولی واو چی کوالیتی این بازی داره، نمیخوام بگم به شما فقط ولی کلا همین که این بازی همه بازی خوبی و بدی دارن، و بعدی این بازی اینه که الان از چند ثانیه دیگه میخوایم ببینیم. و بله اینم هستش که این سیف ستیشن داره، آدم اوتو سیف نداره تو این بازی، آدم با خودش بره سیف کنه، و اگر زینومورف اومد تو رو خوردش دیگه متاسفانه دیگه آدم باید تمام اون ستیشن یا تمام اون از اونجا که آدم آخرین بار سیف کرده از اونجا دوباره از اول انجام بده همه چیو، و این بدیشه. ولی همین خوبیشه که میبینید دیگه همینجا تاریکه. خودم حتی این بازی رو انجام دادم، مکس کردم برای بریتنیس رو که برای که من زیاد نترسم و واسه این که اینقدر الان روشن و اینه، ولی و پلاس ات مال HDPVR هم روشن بودش، روشنش کردم یکمی روشنش رو و با اینکه شما نترسین و خودم هم نترسم، ولی کلن این بازی کلاستروفوبیکه و یه احساس داره آدم که همه چی دورت، همیشه یه چیز هست که مثلا تو ونتا یا از پشت صداش میاد، همیشه یه چیز هستش که اصلا کلن تو رو میتوه میبینی، یا یوهوی مثلا این استیشن اصلا کلن همچیش تاریک بشه و آدم بگه او شیت، آدم الان باید چی کار کنه، آدم الان باید چی کار کنه، آدم چی انجام بده، چی دارم با خودم که خودم مثلا دفند کنم. و متاسفانه تو این اول این بازی هیچ نداری، ولی که می جلو میریم مثلا یه پیدا مثلا یه چیز پیدا میکنی می توانی اپگرید کنی واسه جونت، مثلا مدکیت پیدا کنی، مدکیت پیدا نمی کنی ولی مدکیت می توانی درست کنی واسه خودت و از این سر، و این هم ایسته خوبیشه تو این بازی، و اینو ببینیم دیگه که من. و همین این احساس کلاستروفوبیک که آدم مثلا از ایونت ها میره، آدم همیشه آدم دلش میره زینومورفه اون طرف ونت نباشه، زینومورفه اون طرف اصلا کلان ونت نباشه که تو رو بخور یا تو رو بکشه، و همینم هستش همیشه تو این بازه یه جایی هستش و یه جایی میم یه جایی و کلان کل این بازه اصلا ترسناکه، و مثل دد سپیس نیستش مثلا بری توی مثلا توی هنگار مثلا همه جا روشن باشه با یهو یا خود باید بری، میتونم بگم هم مثل اونه هم مثل آره دیگه مثل اونه دیگه بازه متاسف معذرت خواهم، مثل اون بازه دد سپیسه که آدم باید بره یه جای مثلا جنریتر رو روشن کنه، و همین هم هستش مثل ستیشن با ستیشن فرق میکنه تو این استیشنر بزرگ یا خود مال تو فزینه که هستیم و از این هستش دیگه.
یه سری دیگه هم خوبیشه با اوتولاک یادم میاد تو این پشنا ترمینال واسه این ترمینال ها آدم میتونه بره چیزی رو بخونه، مثلا اگه یه کود واسه یه دری باشه یا اگر یه چیزی باشه که مثلا اینفورمیشن باشه که خیلی اینفورمیشن خوب باشه خیلی خوبه. و بله الان من دنبال یه چیز میگردم که نمیدونم مثلا دنبال چی میگردم. و همون یه چیزی هم که هستش تو این بازی آدم همیشه با ستلف باید بره، نه با آدم بدو نه با آدم را بره، همیشه آدم باید مثلا کراوش کنه و بره از پایین و خواهد نه شیت افتان پایین. و همینه این بازی احساس آدم میگیره که همیشه یکی هستش پشتت، همیشه یکی هستش. ولی همونم همزمانم که این بازی رو درست کردن، این بازی که درست کردن یا مردم هایی که این بازی درست کردن، این بازی خیلی خوب درست کردن و خیلی خوب درست کردن برای اینکه بتا آدم انتخاب کنه که چجوری آدم بره جلو، چجوری آدم مثلا میخواد تو تاریک مثلا تو این تاریک بره جلو هیچ نبینه، یا میخواد مثلا این فلر رو استفاده کنه که متاسفانه دوگمش یادم رفتش کدوم دوگمش بود، ولی این فلر رو انجام مثلا روشنش کنه و بندازه اون طرف که دیگه خراش راحت بشه و ببینی که کسی اون طرف نباشه. ولی همزمان اگه این فلر رو بندازه اون طرف نمیدونی که زینمورف اون طرف یا یه آدمی اون طرفه که میخواد تو رو بکشه یا نه. و این احساس هم هستش که آدم باید چوز کنه که چی آدم بره جلو و چجوری آدم کلن بره این بازی رو انجام بده دیگه. بله من زیاد حرف از این بازی ندارم برای اینکه من کلان این بازی رو بازی نکردم و اینقدر بازی ترسناکه مثلا جرات نکردم، جرات کردم ولی دیگه زیاد میگم کی میخواد بره مثل یه زینومورف یا مثل ترسناک مثلا بره خواب ببینه اینا با فرداش به مدرسه بگه شیت من که دیشب اون بازی رو کردم مثلا جرات میکنم بخوابم یا جرات میکنم مثلا برای دیگه اینا. و این احساس هم هستش. و همین همزمان که این بازی رو بازی میکنی همزمان چند وقت به چند وقت این ستیشن یا خود این این کل این فرزینه هم غیر میده واسه خودش و صدا در میاره و همیشه یه صدایی هستش پشتش دیگه. ولی کوالیتیش و گرافیکش تو این بازی خیلی واندفله و اینو میتونم بگم که بازی پی سی ورژن از این بازی بهتر از همه است، ولی از نظر من گرافیک کوالیتی زیاد مهم نیستش تو این بازی ها، بیشتر مال ترسناکشه که چجوری آدم احساس میکنه که آدم میره جلو یا نه. و آره دیگه و بله مثلا آیتم های مثلا این ای تایم های آدم پیدا میکنه، مثلا بغله آدم باید کریاتیو باشه مثلا به این طرف اون طرف چیز مختلف رو پیدا کنه و اینا. و مثلا دیزاین مال دستش و این ساعته که مثلا تو از میم تو از ای3 دیدیم این همونه و بهترین کوالیتی و بهترین بازی که تا حالا آوردن. و همون اگه میخوان این بازی رو زود انجام بدن اینش خوبیشه که ایزی مود هستش، ولی زیاد فرق نمیکنه که ایزی مود ها نرمال و یا اصلا کلان هارد مود باز که هر ستاشون سخته و اگه هر ستاشون هم یه احساس عجیب خیلی با آدم میگیره دیگه کلان. و این همه و آره دیگه مثلا میبینه که چقدر تاریک تو این بازی، چقدر آدم دلش میریزه و از این لحظه آدم کلن حتی این بازی رو من انجام دادم مثلا کلن من داشتم دلم میریخت، اصلا نمیدونستم خواستم چیکار کنم الان. زینومورف اینجا بود نبود، هستش نیستش، پشت منه بغل منه، کجا میخواد باشه، کی میخواد منو بکشه. و از این فکر اومد تو سر من حقیقت این بازی رو مثلا انجام دادم یا بردی و کلن. و نیستم خوبیشه با این سیف ستیشن ها که سیف ستیشن ها مثلا اول بازی مثلا همه جا هستش، ولی بعد که میرن تو جلوی بازی
سخته سخته میشه و بعض وقتا آدم باید برگرده به سیف استیشن سیف کنه و بعدا بره دوباره همون جایی که رفته و همون آدم میترسه که اون وقت که دوم بار میره بازی میکنه انجام میده سینمورف اونجا هست یا نه. و اینجا اکسپریشن از ال ریپلی و کرو اکس دیرسیه که گرفتم حتی با بازی و من پری اوردرش کردم و ال ریپلی رو برمیداریم و بریم و بله. I'll do it. Ripley, you lead it into the primary airship. I think they come to give you half بزنم تو این ویدیو بانک آخرین ویدیو میبینی که چقدر بازی ترسناکه. بلکه خودم داشتم میلرزیدم و الانم دوباره اینو ببینم میترسم. و میدونم که شما که آخرین ویدیو میبینی آدم میترسه شما میترسین و یه بگم به شما این بازی واسه پسر 8 سالگی و کلان پسر 15 14 سالگی نیستش و این بازی واسه اوناست که بازی مثلا فیلم‌ها ترسناک رو دوست دارن و هاردکور فنتن از الین فیلم الین. ولی همون فیلم الین با خود بازی الین کلان با هم اصلا کلان این دوتا بازی فرق میکنه و بعد این فریم فور هم اینجا پیدا کرد. یکی هم جالبیشه که تو این بازیه که دوگمه های مختلف کارهای مختلف میکنه. مثلا مثل تو یه فرست پرسن شوتر نیست مثلا با مثلا سرکل یا با اون تریانگل یا با اون مثلا وپن عوض کنی و بزن. اینطور نیستش. مثلا یک دوگمه واسه این چی میان این مال فلیم فرور داره یه دوگمه واسه شوتگند مثلا میخوام یه دوگمه واسه مثلا با دست میخوای بزنی یکی رو یه دوگمه واسه همین موشن تریکر داری و این میشه که جالبه. هر وقت میخوای دولا بشی و مثلا سنیک کنی و میخوای مثلا اون طرف دیوار رو ببینی یا اون طرف صندلی یا اون طرف که یه چیزی جلوت هستش اون وقت باید یه دوگمه بزنی و همزمانم نگاه به اون طرف و نگاه کنه و اینشه که این بازی یکم سخت میکنه و اینشه که بازی و بعد گیمپلی و واکترو شما گیمپلی رو ببینید و تا دفعه دیگه و متاسفانه تو این نصابتی زبط کردم یکمی داشتم همشه این تو دور میزدم و بهتر از هم و این ایوارمنت هم هستش که مثلا میبینین که هم مپ داره آدم هم این انوایرمنت میبینه مثلا لوله ها و لامپ ها اصلا این لایتنینگ دیزاین این بازی اصلا کلا خیلی 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 خوبه. یکی بهترین لایتنینگ دیزاین هایی تو این اصلا کل بازی که تا حالا دیدیم و شاید هم دیگه نبینیم اینقدر قشنگ. ولی و میبینن که آدم احساس میکنه که اینایی که این بازی رو درست کردن خیلی وقت گذاشتن واسه این بازی ها. یعنی نه اینکه مثل کال آف دیوتی که اوکی الان یه بازی فرست پرسن شوتر میخوایم انجام بدیم و بعد از اون دیگه تموم میشه بازی کلا. یا بیشتر مثل دایس که واسه مولتی پلیرش انجام بدن و کوالیتی و گرافیکش بین این مثل الین آیسولیشن نشه. و اینش هم هستش که بیشتر شرکت های بازی ها یادشون رفتن که بازی چیو انجام بده و اینجا میبینید یه دوگمه رو میزنم واسه اون و یه دوگمه دیگه بود واسه فلیم فوره ست ناره دیگه دوگمه مختلفه واسه هر چیزی آدم میخواد در بیاره از دستش ها میخواد استفاده کنه. بله خودم حتی این بازی رو مثلا این گیم پلی فوتیج رو انجام دادم احساس دارم یه سی یادم رفته بودش و مال اونه که دوباره مثلا ولی این بازی اینقدر ترسناکه که آدم نمیفهم و همون که این آقای مثلا میخوام که این گلو مبرد ولی همون این بازی اینقدر ترسناکه و هر دفعه زینمورف رو میبینی
اصلا کلا دیفرنت مثلا هر دفعه سکیوریتی سیستم رو شات نمبر دو دیگه مختلف ریاکت یو نید تو گادر اکوئیپمنت اون روت اصلا اولین بار هفت این رکورد کردم فقط اولین بارش رکورد کردم بلکه دومین بارش اصلا جرئت نکردم مادر وزن کردم هم گفت شوت اصلا من ساعت 11 شب میخوام به داد بزنم که آره این همسایه بیاد به من داد بزنم با کلا اینطوری از ترس و اینا بعد دیگه دوم بار من رکورد نکردم ولی همون که همین که این احساس میکنه و آدم میبینه که این زینمورفه یه جوری خاصی و یه جوری مثلا هیچ مثلا سکریپت نداره واسه که چی جوری را بره هر دفعه آدم اونو ببینه هر دفعه هم دیفرنت ریاکت میکنه و آدم هر دفعه آدم باید فکر میکنه که اوکی این دفعه چی ریاکت میکنه از کجا میره از کجا میخواد بیاد و این سکیوریتی سیستم رو شات نمبر اف دورز و کلن خیلی ترسناک روت مادر ازنت ریلی و چند سانیه دیگه میخوایم به میخوایم به این توی این ویدیو میبینیم اینه که زینمورفه رو اولین بار ببینیم و اولین بار من این زینمورفه رو تو این گیم پلی دیدم و آره دیگه ولی همون این گیم پلی آدم خوبیشه تو این گیم پلی هم هستش که آدم یاد میگه که زینمورفه چجوری ریاکت میکنه که هر وقت من گیم میخوام مثلا اماندا ریپلی میخوام اون واک رو انجام بده اون وقت آدم بیشتر ردیه که اوکی الان میدونم که الی زینمورفه چجوری ریاکت میکنه و میدونم که چجوری اصلا کلان این بازی میخواد اصلا کلان بازی کنه و هر دفعه بری یه میشن انجام بدی هر دفعه هم زینمورفه یه جور مختلف ریاکت میکنه ولی همیشه هم با تو دلف هم باش همیشه این پایین The security system has shut a number of doors, so خب. you need to gather equipment on route. Mother isn't really helping the situation. ویدیو من دلم داره میریزه. Sure. حالا سینومورفه اینجا نیست نه و همینه مثلا میبینی که لایتنی سیستم تو این بازی خیلی قشنگه و یه کار بدی میکنم که ساکت نیستم الان و میبینی دگمه آدم باید استفاده یه دگمه دیگه هستش که واسه یه سینومورفه اینجا فکر کنم خوشبختانه اینجا نبود و خودم هفته این بازی رو با انجام دادم خودم اصلا داشتم دلم نمی که قلبم فکرم نظر 200 تا 300 تا 400 تا همونطور داشت میزد واسه خودم و همین آدم باید کوریجی و آدم باید با بازی ترسناک عادت داشته باشه تا این بازی ها رو انجام بده مثل اینجا ببین زین مورفه اینجاست و خودم داشتم دوگمه اول داشتم این مورفه و تا واکچر بعدی یورنیم بزن آه